این روزها تحولات سیاسی در درون رژیم سریع‌تر و بیشتر از اون چی که فکر می‌کنیم به سمت افزایش جنگ گورخا و کشمکش‌های بیشتر منتهی میشه، امری که با ادعای وفاق پزشکیان در تناقضه. برای بررسی این موضوع همراه هستیم با آقای فریدون سلیمی. سلام می‌کنیم به شما آقای سلیمی، خیلی خوش آمدید. من هم سلام می‌کنم خدمت شما و بینندگان عزیزتون و در خدمتتون هستم. بله آقای سلیمی، امروز روزنامه حکومتی هم‌میهن و درست یک روز بعد از نمایش نماز جمعه خامنه‌ای نوشت که اگرچه فقط دو ماه است که از استقرار دولت گذشته، به نظر می‌آید که رابطه‌ها در حال شکراب شدن است. نمونه‌اش همین اظهار نظراتی است که طی این روزها با شدت و حدت علیه دولت ابراز شده و بیش از آن که جنبه نقد داشته باشد، به نوعی عقده‌گشایی سیاسی است. از این نکات و از این جور اظهارات به نظر شما چه نتیجه‌ای میشه گرفت؟ خب همینطور که اشاره کردین، ما همین روز گذشته شاهد حضور این خامنه ای در نماز جمعه بودیم که در اون پیام وحدت میداد به همه مسلمانان جهان و از این موضع تلاش میکرد که یک قدرت نمای پوشالی بکنه و از اون طرف صورت خوش رو با سیلی سرخ نگه داره از بابت ضرباتی که خورده و طبعا به اصطلاح محور مقاومتی که خب الان شاهد هستیم که رژیم هنوز کمرش رو صاف نکرده و صحبت از عزاداری و 5 روز عزاداری میکنه، در حالی که خب ما میدونیم حتی برای قاسم سلیمانی هم فقط 3 روز عزاداری اعلام کرد. اما محتوای واقعی پیامی که میخواست بده رو شاید بشه بهتر در حرفای مقامات رژیم پیدا کرد و اینا. قالیباف اشاره میکنه که این نماز جمعه در واقع یک نمایش اتحاد ملی بوده در درون نظامش، از اون ور سخنگوی دولت هست که از اون صحبت میکنه که بازگشت به مسیر وفاق و اتحاد، و یا مثلا میبینیم که خود پزشکیان صحبت از این میکنه که یک نمایش از قدرت و وحدت و اتحاد بوده، و از اون برم میبینیم که فرهیختگان میگه که موشکی به قلب اختلاف. پس معلوم صورت مسئله اصلی اختلافات و تخاصماتی است که در درون این نظام وجود داره و برای پرده پوشی اون و پاسخ به مشکلات ناشی از اون خامنه‌ای تلاش کرده که در اون نماز جمعه در واقع با یک وانگویی در رو به اتحاد برای همه مسلمانان، اما واقعیت تضادها و تخاصمات درونی نظام هست که به این ترتیب پاسخ بده و اونو کمی التیام بده. این اون واقعیت هست، چون اختلاف در کجاست؟ اختلاف این موشکی که به قلب اختلاف خورده، اختلاف در درون نظام و باندهای نظام هست که بعد از رئیسی به شدت سر باز کرده و دائما در حال افزایش هست. شما الان به یکی از رسانه‌های رژیم اشاره کردین که صحبت از این میکنه که 2 ماه از پزشکیان نگذشته و استقرار در منصب ریاست جمهوری، خب میبینیم که بسیار شکرابه. شکراب حالا چه موضوعاتی؟ حتی در برق همین حمله رژیم و زیر چنین فضایی ما شاهد این هستیم که الان بر سر مدیرانی که میخوان نصب کنن توی نهادهای مختلف و همینطور استاندارها به شدت جنگ و دعوا در به اصطلاح مجلس ارتجاع وجود داره. از اون طرف اصلاحاتی ها و کسانی که در واقع پشت پزشکیان هستن از این صحبت میکنن که نقش مجلس فقط مشورت دهنده است، نمیتونه اینقدر دخالت بکنه در نصب مدیران و استانداران، و از اون ور هم میبینیم که اونها هم از مجزا بودن و به سلاس قوه صحبت میکنن و اینکه قوه مقننه میتونه این میزان دخالت بکنه، و طبعا دیگه هر این زده خوردهایی است که بین باندهای رژیم وجود داره در حال حاضر. خب حرف البته یک چیز بیشتر نیست، حرف نه عقده‌گشایی سیاسی بلکه تضاد و دعوا و جنگ بر سر قدرت و غارت و منافع است، و این هم مطلقاً آشتی ناپذیر نیست و هر کس به دنبال سهم‌خواهی خودشه، کمان که در نصب مدیران و استانداران دقیقاً بحث زد و خوردی است که بین باندهای رژیم برای این هستش که بتونن پست‌های بیشتری در دست داشته باشن و به حال برای غارت و چفاول ملت بیش از بیش بتونن سهم خودشون و قدرت خودشون رو بالا برن. به هر حال اون چیزی که ما شاهد هستیم در صحنه سیاسی و بین باندهای رژیم محصول حاکمیتی هستش که خب دست به قدرت و چپاول مردم زده، از اون ور در مقابل مشکلات اقتصادی و اجتماعی و سیاسی که وجود داره اینها،
خب اینها بیشتر به دنبال منافع خودشون هستن. به همین خاطر خب میبینیم که چه تاخت و تازهایی بین باندهای رژیم وجود داره و وضعیت و چیز. خوبه من به فاکت در انتخابات ریاست جمهوری بود اگه اشتباه نکنم که چیز اشاره میکرد، قالیباف اشاره میکرد، میگفتش که 4% زالو صفتان هستن که حاکمیت میکنن بر 96% مردم ایران و مشغول مکیدن خون اونها هستن. پس بحث یک چیز بیشتر نیست، خون مکیدن مردم ایران و این دعوا و اون چیزی که ما شاهدش هستیم در این ایام دقیقا محصول همینه. شما اگه خاطرت هم باشه در همین قبل از داستان موشک زدن هم ما دیدیم که چطور وقتی که یقیه پزشکیان رو گرفته بودن که عامل انفعال و پاسیویزم در عدم پاسخگویی پزشکیان هست از جانب بعضی از باندها، از اون بر پسر پزشکان اومد به صحنه و گفتش که بابا این امور جنگ و صلح و به اصطلاح سیاست‌های کلی نظام دست ولی فقیه و ربطی به پزشکیان نداره. به حال نزد و خورد هاییست که بین باندهاست و همونطور که نتیجه‌گیری کردم محصول 4 دهه ظلم و سرکوبیست که بر مردم ایران روا می‌دارن. اینا از شما منظورتون این هست که این اختلافات در ماهیت این باندها وجود داره و هر نوع به اصطلاح صحبتی که اینا در ظاهر بکنن اون زیر به اصطلاح اون آتش اون اختلافه هست و در شرایط دیگه احتمالاً بیشتر بیرون بزنه. بله دقیقا. حال در این مدت ما شاهد بودیم که خود پزشکان هم 2 سفر خارجی داشته که خودش ادعا میکنه که سفرهای موفقی بوده، هم به نیویورک هم به قطر. آیا به نظر شما نتایج این 2 سفر خب نمیتونه این شکافهای بین بانتو رو هم بیاره کمتر بکنه؟ بله من فکر کنم که خب نتایج خود سفر رو میشه اول ببینیم. پزشکان سفری به نیویورک داشت و مدعی بود که موفقیت خیلی زیادی داشته، ولی خب من فکر میکنم که به اندازه کافی از آثار و علائمی که وجود داره نمیشه فهمید که هیچ موفقیتی در این سفر نداشت چیز پزشکیان. کما اینکه اگه خاطرتون باشه علارغم این که خامنه ای پزشکیان رو مصرف کرد برای اینکه بتونه پوز اصلاحاتی بده که بعد بتونه با مأموریت مثلا فرض کن یک تعامل با جهان نمیدونم رفع تحریما به هر حال بتونه بهره برداری خودشو بکنه، ضمن اینکه خط قبلی خودشو در انقباض همچنان حفظ بکنه و تغییر در اون نده، کما اینکه در جنگ افروزین خارجیش و به اصطلاح حمایتش از نیابتی های رژیم در کشورهای مختلف میبینیم. اما دیدیم که چیزی عایدش نشد و واقعا مورد اعتنای از جانب دولت ها و جامعه جهانی قرار نگیره، به نوعی که خودش گفتش که اول، یعنی خود پزشکیان میگه آمریکایی اول باید ما رو آدم حساب بکنن و به این ترتیب نشون میداد که اونجا مطلقا مورد اعتنا واقع نشده و هیچ خطی در این مأموریتی که در نیویورک این میخواست پیش ببره واقعا انجام نداد و واقعا حرفاش باد بلوف بود، به خاطر اینکه چیزی اصلا مسئولیتی به دوشش نبوده که بتونه پاسخگوی پیشبرد امری بشه و سفر نیویورکش به این ترتیب بود. از طرف دیگه سفر قطر رو داشت. خب طبق حرفی که خود ایزد گفت 6 تا تفاهمنامه امضا کردیم بعد قطری‌ها بیان اینجا، پس معلوم میشه که هیچ چیزی رو به ثبت ندادن از بابت توافقات و یه سری تفاهمنامه‌ای است که فقط روی کاغذ هستش و تازه بعد قطری‌ها بیان تا ببینن چی رو میتونن تبدیل به یک قرارداد قابل اجرا بکنن. کما اینکه خودش صحبت از 6 میلیارد پولهای بلوکه شدهش کرد در قطر که معلوم بود تو این زمینه هم نتیجه به دستش نیامده، چون چیزی در این مورد نگفت که به نتیجه رسیده و معلوم بود همچنان همون وضعیت به اصطلاح پول در مقابل آزاد کردن پولها در مقابل نفت هستش و چیز تغییر چندانی تو این زمینه هم رخ نده. واقعا اینکه خب ما میدونیم که خامنه ای پزشکیان رو برای امر بالا بردن مشارکت و اون چیزی که خودش صحبت از تهدید امنیت امر نمایش انتخاباتش میکرد به کار گرفت و مورد مصرف قرار داد و خب نتایجش هم به خاطر سیاست هایی که در اساس در ماهیت نمیتونه با پزشکیان پیش ببره، پس میبینیم که از اون ور میاد و در حالی که ایشون رو فرستاده به نیویورک در همون زمان مخبر رو به عنوان به اصطلاح دستیار و کسی که در بیت خامنه ای یک دولت موازی رو تشکیل میده تا بتونه از قضا شکافهای به دلیل وجود پزشکیان حتی با همه به اصطلاح حلقه به گوشیش برای خامنه ای که هر روز این رو ادا میکنه اما کفایت نمیکنه
و مجبوره که مخبری رو بر سر کار بیاره و دولتی رو به موازات اون تشکیل بده تا بتونه شکاف‌های خودش در برابر قیام‌های در تقدیر ببنده و شکاف‌های نظامش رو کاملا از هر بابت در همون خط انقباضی که رئیسی پیش می‌برد به اصطلاح پیش ببره تا بتونه در مقابل قیام‌ها بیسته. به همین خاطر هم هستش که باید در یک کلام گفتش که این تعارضات می‌بینیم که چه با وجود پزشکیان، چه با وجود مخبر، چه به دلیل وجود خود بیت خامنه‌ای در اساس نهادینه در این دستگاه و البته نوسانات سیاسی مثل اتفاقات و حوادثی که پیش میاد، خب این موضوع کمی پایین یا بالا میبره، اما در اساس تغییری وجود نخواهد داشت به خاطر اینکه محصول 4 دهه حاکمیت ظلم و جور بر مردم ایران هست. خوبه همینجا من اشاره بکنم به اینکه این رژیم برای حفظ این تعادلش هم می‌بینیم که در داخل کشور هم چطور دست به سرکوب هرچه شدیدتر و بالا بردن آمار اعدام‌ها زده. فقط در روز چهارشنبه فکر می‌کنم 9 یا 11 نفر رو اعدام کرده و بیلان اعدام‌های رژیم واقعاً تنفرانگیزه از بابت ستمی که بر مردم ایران می‌رونه. و البته ما سابقه این امر رو هم داریم، کمان که در زمانی که آتش بس بود و رژیم می‌خواست پای جام زهر بره، اون موقعی که خمینی بود در سال 67، دقیقاً اون ضعف خودش رو با قتل عام 30,000 زندانی سیاسی از مجاهدین این تعادلش رو حفظ کرد در مقابل حرکت و جنبش در داخل ایران و در مقابل قیامی که میتونست رژیم رو سرنگون بکنه. به همین خاطرم الانم این وضعیت خودش و وضعیت نحیف خودش رو داره تلاش میکنه که با به اصطلاح سرکوب و اعدام هرچه بیشتر این تعادل رو حفظ بکنه، چون میبینیم که در جنگ‌افروزی خارجیش تا کجا گیر افتاده و این سر مار هر روز بیشتر مورد نفرت در جامعه بین‌المللی قرار میگیره و منزوی و منزوی‌تر میشه. بله، خیلی ممنون از شما آقای سلیمی که همراه ما بودید و این توضیحات راجع به تحولات اخیر و جنگ باندی به اون دادید. سپاسگزاریم از شما و با شما خداحافظی میکنیم. با تشکر از فرصتی که دادید. خواهش میکنم.